واقعا خسته نباشین، مطمئنا این کارها خیلی وقت میبره، خیلی زمان میبره. بله خیلی ویدیو مخصوصا خیلی فوق العاده روش کار کرده بود، خیلی خوش ذوقه، خیلی خوش ذوقه، ترسناکی بود. والا حقیقتش اینه که با کوره فیلمبرداریمون و کارگردانمون که صحبت میکردیم، تصمیم برای این شد که این ترانه به خاطر اینکه یه خورده در واقع یه خورده که راک هستش، دلمون میخواست که یه مقدار فضای یعنی اون لوکیشن به شعر و آهنگ و تنظیم بیاد. و من همچنین داشتم درایو میکردم توی کینگ سیتی، میدونید که اونجا همه خونه ها خیلی بزرگ و وسیع و چند هکتاریه، قدیمی بله، خیلی هم قدیمیه. همینجوری شانسی دیدم روی تپه جای یه بارن خیلی قدیمی بود که خودم سقفش ریختم و اینا، کنجکاو شدم رفتم تو. بعد این خونه رو من اونجا انبار بود کردم. این انبار بود؟ نه این انبار نبود، این خونه بود که کنار اون بارنه بوده. بله بله. بعد دیگه یه فیلم ازش گرفتم و از اتاقاش و این ور اونور و اومدم مثلا روی دیوار و سید. چه مدت طول کشید؟ گفتی یه روز 14 ساعت اونجا بودی، یعنی کلا از روزی که دفعه اونجا رفتیم، یه دفعه که خب خودم رفتم که یه فیلم گرفتم نشون کرو بدم که ببینیم، نظر سنجی کنیم ببینیم اینجا لوکیشنی هست که می‌خوایم یا نه. بعد سری بعد دوباره با کرو رفتیم اونجا که ببینن چطوری نورا رو آوردن، که ببینن از لحاظ نوردهی چطوری هست، یه خود بررسی کردیم. بار سوم دوباره ما یه سری دیگه رفتیم برای یه سری خورده کاری دیگه، اینا تازه پیش زمینه بود. و روزی که ما رفتیم فیلم برداری کنیم، یادم میاد 8 صبح ما اونجا بودیم، خب برق نبود، آب نبود، هیچی نبود. بنابراین ما یه عالمه از این باتری‌های بکاپ باتری با خودمون برده بودیم. این باتری هر کدومشون 3-4 ساعت بیشتر کار نمی‌کنه. بنابراین ما فقط یه ون بزرگ از این باتری‌ها داشتیم که و اینکه خب یه دونه همونجوری که توی ویدیو دیدید یه تخت بادی هم بود، خب ما اونو مجبوریم باد بکنیم و باید پمپ میشد، پمپش هم درست کار نمیکرد. خلاصه ما دوباره از همین بک اپ باتری استفاده کردیم. خلاصه با یه زحمتی ما 8 صبح اینو شروع کردیم، شد ساعت تمام. اون امکانات خودتون پس بردین اونجا تهیه کردین و بردین؟ بله همه چی من خودم صحنه پردازی کردم اونجا، همه دکوره که ما داشتیم و البته با کمک کارگردانمون که صحبت کردیم اونا رو آماده کردم. همونجوری که تو ویدیو میبینید یه سری قاب توی دیوار هست که عکسای قدیمیه، اینا رو رفتم مثلا گرفتم که عکسای خودم البته هست، عکسای قدیمی سیاه‌سفید. بعد تمام این قابایی که میبینید همه قدیمیه، رفتم گشتم پیدا کردم که قدیمی باشه. و دیگه آخر شب که ما اونجا بودیم، زمانی شد که این چراغا همه روشن بود، باعث شده بود که خفاشا از توی شیشه‌های شکسته و اینا وارد بشن. و من یه اون دیدم بیش سمالس موی من رد شد دیگه، من گفتم میدونی چی، خیلی ممنون، من دیگه نمیتونم برای امروز بسه. و ما یه روز دیگه برگشتیم، منتها چون شب بود اون موقع ما باید دوباره شب میگرفتیم و یه قسمتی هست که پله بود به طبقه بالا میره، اونجا شمع گذاشته بودیم و اینا. انیویز اون جایی بود که باید حتما شب میبود، یعنی ما نمیتونستیم دوباره بیایم روز دیگه. و دوباره مجبور شدیم همون داستانو. ولی خب خفاشا دیگه نیومدن اذیت کنن، کوتاه بود دیگه. آره. قسمتی آخرش بود. دوباره دیگه کرو اومدن اونجا به خاطر اینکه یه سری نماهای نزدیکو میخواستن بگیرن، نمیدونم یه سری چیزا رو میخواستن بگیرن برای اون کارا. دیگه من اون موقع همراهشون نبودم، ولی به هر حال این دسترنج کار این چه چیزایی در دست الان در حال حاضر هم داری یه ویدیو موزیک هست در دست داری؟ الان 3 تا آهنگ دارم، ترانه خیال انگیز و که هم آقای زایمه هم شما بله لطف داشتین و دوست داشتین و بقیه دوستان هم خیلی کامنت خوبی داشتم راجع بهش. فکر کردم که اگر دوستان و هموطنان عزیزم اینقدر به من لطف دارن و این آهنگ رو دوست داشتن، چه بهتر که یه چیز مشابه این من بخونم. بنابراین آقای سیاوش آریمنش که من همینجا بازم بهشون سلام عرض میکنم، ترانه جدید منو دارن کار میکنن روش.
و بعد یه ترانه دیگه دارم اون رگس و یه مقدار ما برداشتیم اینسترومنت های کانتری روش گذاشتیم. در واقع تلفیقی از موزیک وست و ایست، یعنی ایرانی و کانتری، نه مثلا راک و اینه، کانتری میدونید یه کانتری میوزیک اینجا کانتری میوزیک، یعنی یه طرفداری خاصی داره. بله 100%، ولی صد اونو با این میکس کردن خیلی آره. ولی امیدوارم کاری خوبی از آب در بیاد. برای اونم لوکیشنی که دیدیم یه شهرک سینمایی تقریبا 1.5 ساعت با تورنتو فاصله داره، ما رفتیم اونجا یه سری هم عکس گرفتیم، در نظر گرفتیم که چه داستانی و چیکار میتونیم بکنیم. به هر حال اون آهنگ رو منتظرم تموم بشه و کارگردانم روی داستانش داره کار میکنه تا امیدوارم که بتونیم ویدیوی اونم آماده کنیم. یه ترانه دیگه هم دارم، اونم 6 و 8، فعلا اون در مراحل اولیه است تا ببینیم چی عذاب در میاد. شما کلاس آواز هم دارین؟ بله. بعد شاگرد مثل آواز تعلیم میدین؟ بله. چه مدت این کارو میکنی؟ ولی من دیگه بخوام بگم تقریبا 6 سال شده دیگه، الان 6 ساله که من دستگاه و ردیف یاد میدم. یعنی اگر کسی بیاد به من بگه من پاپ میخوام بخونم، خب میتونم بهش کمک کنم، ولی در واقع من عقیده‌ام اینه که وقتی که ردیف و آواز ایرانی رو یاد میگیری، به خاطر اینکه این هنجره کمک میکنه برای پاپ خوندن، هر چیزی رو دیگه میتونی بخونی. بله 6 سال هستم. از این شاگردای خوب و خیلی با استعداد یه وقتایی بیار ما ببینیم. اگر حقیقتش اینه که حتما این کارو میخوام بکنم، چون سری قبل یادم میاد آقای زایمر این پیشنهاد کرد. یه مقدار به خاطر اینکه ما یه مؤسسه نداریم که مثلا این دوستان بیان یه روز خاصی، اینا معمولا تو منزلاشون هست یا میان منزل من، ولی چند نفر از اینها مایل هستن که این برنامه رو داشته باشیم. امیدوارم به زودی ما بتونیم یه برنامه به این شکل داشته باشیم برای دوستان ما. آخه این آلبوم میتونید عکسشو نشون بده؟ این بله، این هم آلبومی هست که من کار کردم. نمیدونم از اینجا میتونن ببینن. البته موهاتون به این صورت نیست، شما بسیار خوابیدین موهاتون پهنه، وگرنه این خب برای عکس روی این، حتی به خاطر اینکه اون فوتوگراف من کمان آرت به من گفت من ساعت 9 شب میتونم بهت وقت بدم، خب برای منم بهتر بود که روز در طول روز کارم انجام میدم. من تو برسم اونجا، خب چون همیشه سر وقت هستم، ساعت 10 رسیدم و بعد از اون هم دوباره از ساعت 10 ما شروع کردیم که عکس بگیریم. تقریبا 4 صبح ما کار عکاسیمون تموم شد، یعنی صدها عکس گرفتیم تا ببینیم که کدومش. من خود آدم خیلی پیکی هستم. پرفکشنیستی به هر حال، اینو من برای خیلی زیباست. و اینکه باز داخلش یه قسمتی گذاشتم که دوستانی که انگلیسی میدونن و دوست دارن انگلیسی بخونن، این شکل اینجاها رو ما انگلیسی نوشتیم. اینجا رو که میبینید در واقع یه مقدار راجع به من صحبت کرده، آدرسای من رو داده اینجا، و اینکه اینجا هم اطلاعاتی هست که دوستان من زحمت کشیدن به من کمک کردن و ما تونستیم این آهنگا رو آماده کنیم، از شاعر، ترانه‌ساز. به صورت حرفه‌ای تهیه شده. و بعضی از این آهنگا خودم عکس‌گذاری کردم، شعر پدر رو خودم گفتم. شعر پدرم زمانی بود که من پدرم از دست دادم و بسیار متأثر بودم و این شعر رو ساختم و به شکل یعنی ما بعد از اینکه این موزیک تموم شد به شکل موزیک ویدیو هم آمادهش کردیم. من فکر می‌کنم اگر دوست داشته باشین میتونم این ویدیو رو هم بذاریم که از پشتش رو نشون ندادی. از همه مهمتر دوستان من بودن که در حمایت این کردن. حمایت کردن. خیلی ممنون که یادآوری کردید. آقای پیران پشته که واقعا تو این شهر یه بیزنسمن خیلی موفق، همه میشناسنش و از همینجا هم بهش سلام میکنم. سال نوتون مبارک آقای پشته. و تلویزیون ITC مجله شهر ما که بسیار عزیز هستن برای من و جزء خانواده من هستین شما. همیشه گفتم و اینو میدونی قلبا، من اینکه همیشه حمایت میکنی نه تنها از من، از همه دوستان هنرمندی که اینجا هستن و پرشن پلس، اینا دوستانی بودن که حمایت کردن برای این سی دی و
بالاخره آماده شد که در اختیار شما قرار بگیره. خیلی میدونن چه هزینه سنگینی داره و چقدر وقت میبره. برها خسته نباشی رها جان، میدونم عجله داری، گفتی امشب هم برنامه داری. خب یه آهنگ دیگه اعلام کنیم که چی میخواد بپنیم؟ پدر گفتیم؟ مال پدر. یه موزیک ویدیو برای پدر دارم، موزیک ملایمیه. تو حقیقتش الان دارم فکر میکنم برای عید شاید گریه این دوستان رو در بیاره. حالا چی مناسبه ببینید؟ چی مناسبه؟ حالا اونو بعدا میتونیم استفاده کنیم. غروبا رو، ویدیو غروبا رو بتونیم پخش بکنیم. یا آهنگ 6-8 شادیه و اونم کامنت های خوبی داشتم، مردم استقبال کردن. همینجا تشکر میکنم از همه لطف و محبتی که این دوستان در فیسبوک و اینستاگرام تلگرام به من داشتن. من فکر میکنم این موزیک ویدیو خوبی باشه، امیدوارم که دوست داشته باشه. مرسی به هر حال، قبل از اینکه این ویدیو موزیک ببینیم از آره. سپاسگزاریم، امیدواریم که همچنان به موفقیت ادامه بدیم و ما هم از کارهای زیبات لذت ببریم و از طریق این تلویزیون پخش کنیم و از طرف طریق مجله هم به اطلاع همه همیهنان برسونیم. برات بهترین ها رو آرزو میکنم. خسته نباشی این روزها، مواظب خود باش. خیلی میدونم منم بهت یه جایزه بدم، یعنی جایزه که نه همون عیدی دیگه. آقای زایمه به شکل قدیمی هنوز روی این پولا مینویسه. من میخوام خرج نکنی. بله 100% من نگه میتونم. مرسی برادر، قربونت برم. مرسی عزیزم، خیلی متشکرم، ممنون که دعوتم کردی. خواهش میکنم، خونه خودت عزیزم. مرسی.